شون هم الان زندان هستن و بهشون گفتن اینا جاسوس هستن و داشتن سایت‌های نظامی رو به اجانب گزارش میدادن، در صورتی که همچین چیزی نبود. این کارشناسان محیط زیست چون تمام فصل سال، چهار فصل سال چندین ماه تو طبیعت هستن، تو کوها و دشتا هستن، تو جنگلا هستن و کاملا تخصصی محیط زیست رو در نظر میگیرن و میبینن، متوجه شده بودن که در گونه های گیاهی و حیوانی تغییرات ژنتیکی به وجود اومده که یه حالت سرطانی و ناهمگونی بوده. مثلا تو برکه ها قورباغه هایی که 4 دست و پا هستن، یعنی 2 دست و 2 پا دارن، 6 دست و پا شده بودن، یا یه چش شده بودن یا قیافشون عوض شده بود. و گیاهانی که تو طبیعت خودرو هست، این گیاهان خب هر سال میدیدن دیگه، زیر نظر داشتن. این گیاهان تغییر هویت داده بودن و به شکلهای دیگه در اومده بودن. اینا تحقیقاتشون زیادتر میکنن، میبینن که در چند نقطه ایران چاه‌های خیلی عمیق زدن، پناهگاه‌های خیلی عمیق زدن و در این چاه‌ها مواد زائد و زباله‌های راکتورهای اتمی رو که روسیه می‌سوزونه و خودش عاجز هست از دفن اینا و نگهداری اینا و خیلی خطرناکه، طبق قراردادی که با روسیه بسته بودن که روسیه اینا رو حمایت کنه، روسیه هم از اینا خواسته بودی که تو کویر لود و غرب کشور چند نقطه در نظر گرفته بودن که این زباله‌های اتمی رو که تو یه بشکه‌ای 100 کیلویی هست هم می‌کردن از روسیه و در عمق زمین چال می‌کردن. این زباله‌های اتمی باعث میشه که محیط زیست کاملاً تحت تأثیر رادیواکتیویته قرار بگیره و روی محیط زیست اثر بذاره، چه حیوان، چه انسان، چه گیاه. یعنی به طور کلی اون منطقه‌ای که این زباله‌های اتمی چال میشه، چنانچه زلزله‌ای در زیر زمین رخ بده و یکی از این بشکه‌ها نشت بکنه، تمام اون منطقه غیر قابل سکونت میشه. برای صدها سال هیچ موجودی اونجا نمیتونه زندگی بکنه و اگرم زندگی بکنه، از نظر فیزیولوژی بدنی و ساختار ارگانیکش تغییراتی انجام میشه که از سرطان بتره. و شما اینو در نظر بگیرید، حالا بعد از گذر از رژیم منفور آخوندی، هر رژیمی بیاد، ما دیگه منطقه خیلی زیادی از خاک مملکتمون آلوده است و این آلودگی هم پاک شدنش نه تخصصش رو ایرانی ها دارن نه قابل پاک شدنه. خواهش میکنم این خبر رو به بقیه دوستانتون به هر طریقی میتونین برسونید. همه جور که ملاها گفتن ما نمیریم و اگر بیریم یه سرزمین سوخته رو تحویلتون میدیم، به غیر از جنگ و خونریزی و کشت و کشتار بین اقوام و همشهریام و هموطنامون، محیط زیست اون آلوده کردن و این قابل اغماز نیست. حالا شما ببینید دریای خزر رو ما فقط 13% داریم، درصدی که یه موقع 90% داشتیم. خلیج فارسمون رو، در خلیج فارس بنادری رو به هندیا واگذار کردن، ماهیگیری رو به چینیا واگذار کردن، آبها رو سطحی و خشک کردن، آبهای زیرزمینی هم که به سلامتی دیگه خبری ازش نیست. الان هم محیط زیستمون آلوده است و اگر حتی این بشکه‌هایی که زباله‌های اتمی توش هست حتی شکسته نشه که بخواد محیط رو آلوده بکنه، خاصیت رادیواکتیویته این است که جایی نگهداریش نمیشه بکنی. حتی صدها متر زیر زمین هم اینو دفنش بکنن، باز تشعشعات رادیواکتیویته و خطراتی که داره
یواش یواش هی انتقال میده به عناصر دورورش و به سطح زمین میاد و همه جا رو آلوده میکنه. این یه خبر خیلی مهمه که خواهش میکنم شمایی که الان اینو شنیدین هر طریقی میتونین تو لایواتون، تو تلفناتون، به دوستاتون، به کسای دیگه هم خبر بدین که این مشکل رو مشکلیه که خیلی اساسیه. یعنی ما عملا سرزمینمون غیر قابل سکونت میشه. خب یه مقداری از جنوب که خوشسالی آب نیست، گرد و خاکه، بعد کویر لوتمون که قابل سکونت نیست، آب نیست، کشاورزی نیست و آلوده رادیواکتیویته میشه و غرب کشورمونم چند تا منطقهش آلوده به مواد رادیواکتیویته میشه. همین پایگاه نوژه رو که تحت اختیار اینا گذاشتن به خاطر همین حمله کردن به سوریه است، هواپیمای روس بتونن اونجا زمان کمتری پرواز کنن و به مقصد برسن، سوخت کمتری و هم که بتونن زبالای اتمیشون رو انتقال بدن اونجا و بیارن دفع کنن تو ایران. این یه خبر خیلی مهمیه، خواهش میکنم به همه برسونید. فعلا خدا حافظ شما. در هر حال این چون از سوی دو سه نفر از بینندگان فرستاده شده بود و نکات قابل توجهی درش بود تقدیمتون کردم، گفتم که واقعا سخت باور کردنش که حتما اینطوره، ولی گوشهش هم درست باشه دردناکه. در هر حال اون حکومت که میدونه این کارا غلطه، خودش در اونجا زندگی میکنه، همسر دارن، فرزند دارن، مردم دارن، چطور عقلشون نمیرسه؟ خب در هر حال خیلی کارا این چند سال کردن که عقلشون نمیرسیده. از اون زمانی که اعلام شد که آقایی رو که از بزرگان محیط زیست و دانشمند محیط زیست بوده در زندان مرده یافتن و گفتن که ایشون خودشو کشته، تا اتفاقات بعدی، تا اتفاقات اون هواپیمایی که عده‌ای کارشناس محیط زیست درش کشته شدن که بحث‌های گوناگونی درش آمد، گفتن نمیدونم اون جعبه سیاه رو دیدن مسئله فنی بوده، ولی خب این سر و صداش نخوابیده. عده‌ای با صراحت و با دلایلی که میارن میگن که اون هم برای از بین بردن چند مأمور محیط زیست بوده. آنچه که دولت اصرار داشت که به مردم بفهمونه، هفته پیش هم صحبت کردیم که آقای دکتر کاوه مدنی، معاون حفظ محیط زیست که یکی از بزرگان آبشناس جهان هست، ایشون به بهانه مرخصی رفتن و دیگه برنگشتن و استعفا کردن و یک آقای از کارشناسان محیط زیست، نمیدونم ایشون آشکار برای همه معلومه کی هست یا اینکه از مخفیگاه صحبت میکنه، ولی حرف حساب از هر جایی که شنیده بشه قابل اهمیته. ایشون میگوید که علت تمام این مسائل این بود که افراد محیط زیست وقتی رفتن در نقاط مختلف ایران و برای مسائل محیط زیستی مطالعاتی کردن، اینها به چیزهایی برخوردن که دولت نگران شد که اینها جاسوس باشن و اینها رو خبر بدن. ایشون اعتقاد داره که آنها آنچه که دیدن حیوانات عجیب و غریبی بوده که مثل بقیه هم نوعاشون نبودن، حیواناتی که با گوشهای مختلف، مثلا قورباغه‌هایی که چند دست و پای اضافی داشتن، مارمولک، تمساح، گیاهانی که در اطراف میرویده، گیاهان وحشتناک و کاملا متفاوتی شده بودن و اینا رو اونا مطالعه میکردن و بررسی میکردن و بعد متوجه شدن که اینا در نزدیکی گودالهای عمیقی هستن که این گودالهای عمیق رو، اینطور که ایشون میگه و فکر کنم همه صحبتاشو بشنویم، این گودالهای عمیق تفاله‌های اتمی روساست. چون میدونید که وقتی ایران برجام رو قبول کرد و مقدار زیادی از مشکلاتش رو به روسیه منتقل کرد، اونها هم گفتن که ما به شرط این کارو میکنیم که به ما جا بدید که ما بتوانیم تفاله های اتمیمون رو بریزیم. من الان روی این مسئله سوگند نمیخورم، ولی حرف ایشون کاملا قابل شنیدنه، باید روش بررسی.